برنامه یاد خدا و با عرض سلام به شما بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خدا کنه جور صحتمند باشین. روز اول هفته، روز شنبه را تا ایدن به خوشی سپری کرده باشین و امروز هم با شما هستیم با یک موضوع تازه در برنامه. همه ما با اینترنت و سایت های اجتماعی سر و کار داریم و استفاده می کنیم. نظر به یک هر هدف را که خود ما می داشته باشیم یا بالاخره از اینترنت و سایت های اجتماعی ما استفاده می کنیم. خب حالا این که چگونه استفاده بکنیم، این ارتباط می گیره به خود ما. اگر بخوایم که استفاده های خوب از اینترنت داشته باشیم، ما می تونیم که خیلی استفاده های خوب داشته باشیم به خاطر آگاهی هرچی بیشتر خود ما، جمع آوری اطلاعات و همچون موارد هست. اما یک تعداد کسایی که یعنی یا هم بگویم استفاده درستش نمیفهمن که بالاخره امروز خواستیم همین موضوع انتخاب بکنیم در رابطه با فرهنگ استفاده از اینترنت یا اینکه چگونه باید استفاده بکنیم، که یک موضوع خیلی هم مهم هست. امروز همین موضوع در برنامه انتخاب کردیم، پس شما با ما همراه باشین و اون همه صحبت هایی که امروز در رابطه با فرهنگ استفاده درست از اینترنت هست ما میخوایم صحبت رو داشته باشیم. عزیزان با ما همراه باشین، مهمان را هم با خود دارم در برنامه. صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشیم، آقای حمید عزیزی، استاد دانشگاه و بنیانگذار تکنولوژی فکر در افغانستان امروز با ما هستن. و استاد محترم بیشتر در رابطه به فرهنگ استفاده از اینترنت صحبت ها رو می داشته باشیم. لحظات بعد اگر خواستین شما هم در برنامه سهم داشته باشین، 0-2-2-3 هم فعال میشه و ما هم منتظر تماس های شما هستیم در برنامه. استاد سلام رسه به شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترمتان و بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون خورشید. امیدوار هستم که شروع هفته بسیار خوب و خوشی را همگی از هموطنان ما شروع کرده باشند و در حین سرمای زمستان ان شاءالله که دلهای همگی گرم و به دور از حادثه باشند. بسیار خوب. استاد از اینجا آغاز بکنیم، من تو که من اشاره کردم هدف ما یا این که به چه منظور چه هدف ما باید با از اینترنت و سایت ها استفاده بکنیم، یعنی هدف ما چی هست و به چه هدف باید استفاده بکنیم، میشه در رابطه صحبت کنیم؟ به طور کلی هر کدام از امکاناتی که امروز در دنیا ما میبینیم حضور داره، وجود داره و یا از او استفاده صورت میگیره، چه استفاده درست یا نادرست، بر اساس یک نیاز بشر به وجود آمده. و وقتی که یک نیاز تعریف شده، بنابراین برای برطرف کردن این نیاز وسیله ای، ابزاری یا راه حلی یا شیئی ساخته شده تا این نیاز را برطرف بکنه. و معمولا تفکر یا ایده ما یا دیدگاه ما به این مسئله ای است که این مسئله یا اینمی شی یا اینمی جز یا اینمی مسئله یا اینمی راه حل در راستای رشد و پیشرفت ما به عنوان از اینکه ما تبدیل به یک انسان بهتر و بالاتر و قویتر و متعالی‌تر شویم تعریف میشه. وقتی که بر فرض مثال تلویزیون میه، به این معنا هست که بشر احساس میکنه با استفاده از تلویزیون میتونه به نوعی جامعه بهتری داشته باشه، اطلاع رسانی داشته باشه، تربیت جامعه، رشد جامعه، انکشاف جامعه و همچنین از طریق مطالبی که تلویزیون نشان میده و مطالبی که نمایش میده جامعه رو میخواد هر روز و هر لحظه پرورش بده. زمانی که مثلا برق میاد، به این معنا و مفهوم است که یک سری امکانات و تسهیلاتی رو برای ما فراهم بکنه تا ما کار ما آسان‌تر شود، بتونیم راحت‌تر به امورات خود بپردازیم. زمانی که مکتب میاد، زمان چیزهای مختلف، اشیاء مختلف. زمانی که تلفن میاد، به این معناست که ما بتونیم ارتباطات خود برقرار بکنیم، از حال احوال همگی با خبر باشیم، کارهای خود خیلی راحت به وسیله از او انجام بدیم. بنابر این هر وسیله و هر شیئی که تعریف شده، تولید شده، اختراع شده و در دنیا وجود داره، برای برآورده کردن و برای برطرف کردن یک نیاز بشر هست تا انسان را به یک موجود بهتری، تا به یک انسان بهتری تبدیل بکنه. اما زمانی که استفاده نادرست از یک شیء صورت میگیره، به این معناست که ما دو تا جای خالی ایجاد میکنیم. یک جای خالی او جایی که میتونستیم از این شیء استفاده درست داشته باشیم تا ما را به یک انسان بهتری تبدیل بکنه، هم این جای خالی است و هم جای دومی که ما از این وسیله داریم به عنوان یک وسیله خلاف و تنها برای فایده بلکه برای ضرر خود ما و برای ضرر محیط داریم استفاده میکنیم. به این معنا استفاده نادرست و استفاده سو معنی چی است؟ به این معنا که شما از یک شیء یا از یک وسیله یا از یک چیزی برای ضرر رساندن یا به خودتان یا به دیگر اطرافیانتان و دیگران دارین استفاده میکنین، این میشه سو استفاده. زمانی که یک انسان سوء استفاده میکنه از یک شیء یا استفاده نادرست داره، به این معناست که هم موقعیت را که میتونه استفاده مثبت و درست داشته باشه او را از دست میده و هم یک موقعیت منفی ایجاد میکنه که باعث دردسر، باعث مشکل، باعث دردسرهای مختلف برای خودش، برای جامعه، برای محیطش منجر میشه. به طور کلی در بحث اینترنت اگر بیایم، اینترنت یک دنیایی است به این معنا و مفهوم. شما اگر مثلا 15 سال پیش یا 20 سال پیش در افغانستان در نظر بگیرید، میخواستیم یک مطلب پیدا بکنیم، مثلا در مورد اینی مسئله یک مطلب پیدا کنیم، معنای یک لغت پیدا کنیم، باید میرفتیم پشت کتابخانه میگشتیم، یک کتاب باید پیدا میکردیم. اما امروز از برکت تکنولوژی اینترنت در اختیار ماست و ما میتونیم استفاده خود ببریم، هر لحظه هر چیزی را اطلاعات بگیریم، در جریان همه مسائل قرار بگیریم و ما رو به انسان بهتری تبدیل بکنه.
اطلاعاتی که ما بیشتر دریافت میکنیم، قبلا مثلا 15 سال پیش ما فقط یک رادیو در افغانستان، رادیو بی بی سی، هر چی که رادیو بی بی سی میگفت ما مجبور بودیم به اون اکتفا بکنیم. اما امروز هزاران رسانه و هزاران تلویزیون و هزاران منبع و خبرگزاری و افرادی که خودشان مستقیما در صحنه ها قرار میگیرن و او رو به ما نقل میکنن در اختیار ماست. بنابر این ما با دنیای بیشتر و حجم بزرگتری از اطلاعات مواجه میشیم، میتونیم زودتر قضاوت بکنیم، دریافت ما بیشتر میشه، چون قبلا فقط چند خبر کوتاه را، چند خبر خلاصه را دریافت میکردیم، از همون قریه و منطقه خود اخباری را دریافت میکردیم، از دان مردم، از مثلا پیشروی مسجد نشستن و از مواجهه با افراد. اما امروز از سراسر دنیا در کوتاهترین لحظه ما اطلاعات به دست میاریم. بنابر این وقتی که ما از اینترنت استفاده میکنیم، برای خود باید بسنجیم که آیا این استفاده از اینترنت مرا به یک انسان بهتری تبدیل کرده یا خیر. اگر متوجه شیم که اینترنت در زندگی من مفید بوده، من اطلاعاتم، دانشم، مطالبی که از اینترنت استفاده میکنم، چیزایی که از اینترنت یاد میگیرم و همچنین اموراتی که دارم به وسیله اینترنت برطرف میکنم، اینها برای من انجام شده، اینترنت برای مفید است. اما اگر ببینم که نه، اینترنت فقط وسیله سرگرمی است، وسیله آزار دادن دیگر است، یک وسیله است که فایده چندانی نداره، فقط یک هزینه است برای من، بهتر است که آدم مثلا استفاده نکنه. چون کسی که مرحله مفید استفاده را نداره، معنی و مفهومش این است که هنوز به فرهنگ و به شعور استفاده از این تکنولوژی نرسیده. ببینید چرا خانواده ها میان مثلا میگن که کودکای 4 ساله و 5 ساله و 6 ساله و 7 ساله نیاز نیست که موبایل داشته باشن. به دلیل از اینکه هنوز به فرهنگ و شعور استفاده از موبایل نرسیده. موبایل در اختیارش باشه، اون نه لزومی داره و نه به دردش میخوره. بنابر این کسی که نمیتونه استفاده مفید و مثبتی از اینترنت ببره، استفاده مفید و مثبت از تلویزیون، از رادیو، از موتر، از هر چیزی که در این جهان خلقت وجود داره، استفاده مثبتی نمیتونه ببره، به این معنی و مفهوم باید در ذهن خود یک سنجش بکنه که من هنوز شعور، استحقاق و شایستگی استفاده از این تکنولوژی را پیدا نکردم. در بحث استفاده از اینترنت مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی شما می‌بینید که امروز نه تنها شبکه‌های اجتماعی باعث رشد و پیشرفت ما، باعث انسجام، باعث تبادل افکار برای ما نشده، بلکه با استفاده غلطی که ما داریم، اینترنت و مخصوصا شبکه‌های مجازی برای ما به عنوان یک عامل بحران و به عنوان یک عامل تشنج تبدیل شده. ببینید در تمام دیگه نقاط دنیا اگر ببینید، وقتی که در ابتدا بحث ارتباطات اجتماعی به وسیله اینترنت مطرح شد، که در ابتدا مرحله یاهو مسنجر بود که در اختیار افراد قرار می گرفت، در اون چتروم ها بود که افراد می آمدن در چتروم های عمومی، نظریات خود و صحبت های خود با هم دیگه به اشتراک می گذاشتن و تبادل نظر می کردن. ممکن در کشورهای جهان سوم مثلا کشورهای خاورمیانه مثل افغانستان، مثل ایران، مثل پاکستان، صحبت های خیلی عامیانه یا بعضی همراهی که دیگه جر و بحث کنن یا اصطلاحاً خدای نخواسته ناسزا بگوین یا دو بزنن، این مسائل جریان داشت. اما وقتی که شما در چتروم های خارجی میرفتین، متوجه میشید این گروه یک موضوع دارن صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن، اطلاعات خود با هم دیگه دارن شریک میسازن. امی باعث شد که بعداً میبینین نرم افزارهای دیگری اومدن، مثلا از جمله شما وایبر رو ببینین، واتساپ رو ببینین، لاین رو ببینین، تلگرام و همچنین مثلا تانگو، نمونه های مختلفش، یک چتروم های عمومی دارن که اونجا افراد همگی با هم دیگه به صورت عمومی ارتباط داشته باشن. مفهومش این است که قرار است در این فضای مجازی افراد با هم دیگه گفتگو بکنن، نقاط ضعف و قوت خود برطرف بکنن، از داشته ها و دانسته های دیگران استفاده بکنن و همچنین از داشته های خود هم در اختیار دیگران بگذارن تا با تبادل اطلاعات، اصطلاحا گفتگوی اجتماعی که برش میگن، با این گفتگوی اجتماعی یا گفتمان اجتماعی به انسان بهتری تبدیل شون و همچنین نظریاتشان، اشتراک نظرهایشان در محیط اجتماع نزدیکتر شود، درک متقابل بین اتباع مختلف یک کشور در نقاط مختلف کشور به وجود بیاید. حتی جهان که امروز به عنوان یک دهکده در نظر گرفته میشه، یعنی به عنوان یک قریه در نظر گرفته میشه که ارتباطات بسیار زیاد نزدیک شده، مردم کشورهای مختلف با همدیگه در ارتباط قرار بگیرن، ببینن چه رسم و رسومی دارن، چه نقاط مثبت دارن، چه نقاط منفی دارن. نقاط مثبت از اونها رو ما بگیریم استفاده بکنیم، نقاط منفی خود وقتی که میبینن در مقایسه با دیگه فرهنگا که این نقطه منفی است، اون نقطه منفی رو برطرف بکنن. شما دیدین حتی در مسائل دینی میگن فبشر عباد الذین یستمعون القول ويتبعون احسنه، بشارت بده به آن بندگان من که اقوال مختلف میشنون، گپای مختلف میشنون، بهترینش تبعیت میکنن. ما هم از طریق شبکه مجازی، از طریق ارتباطات در فضای اینترنت این فرهنگ ها و رسم و رسوم ها و عادات مختلف دنیا رو ببینیم، نکات مثبت به خوبیش دریافت بکنیم و نکات منفی خود رو برطرف بکنیم. اما متاسفانه در کشور ما زمینه رو به این فراهم کرده که استفاده از شبکه های مجازی بیشتر زمینه ساز افزایش تعصبات قومی، به نوعی مشکلات زبانی، تقابل ها، ناسازگویی ها، حتی ورود پیدا کردن یا دخالت کردن در حریم شخصی دیگر را بیشتر مطرح است. متاسفانه در صحبت ها می داشته باشیم با شما و این که چگونه باید استفاده داشته باشیم از اینترنت، با استاد ان شاء الله صحبت های هست، اولای دوستای ما حتما میپرسم. فعلا وقفه خیلی کوتاه، در ادامه با ما همراه باشیم.
ادامه برنامه هست و موضوع امروزی برنامه ما فرهنگ استفاده از اینترنت هست. شما همچنان میتونین سهم داشته باشین. اگر میخواین تماس بگیرین، شماره های تماس برنامه روی صفحه تلویزیون تان میآید. دیانا جان و غفوری سلام تقدیم کردن به ما و مهمان برنامه ما، سلامت باشین. سوال که اینا پرسیدن، گفتن در عصر حاضر بسیاری از افراد جهت جذابتر نمودن صفحه و یا سایت خود از معلومات و لینک های غیر اخلاقی استفاده می کنند که اثرات منفی بالای افراد جامعه می گذارد. جهت جلوگیری از این پدیده های منفی چه باید کرد؟ وظیفه دولت ملت در این راستا چه هست؟ به طور طبیعی در یک جامعه، ما در علم اقتصاد داریم، کلن در علوم مختلف داریم، چیزی عرضه می شه که برای از او تقاضا وجود داشته باشه. بله. من کوتاه یک حکایت خدمت شما عرض می کنم. یک استاد بود در یک پانتون در شرعیات بوده، استاد میشه برای شاگردای خود داره صحبت میکنه، شاگردان همگی بسیار متدین و ریش و مسائل مختلف. استاد میگه، یکی از شاگردا بلند میشه میگه استاد چرا وضعیت طور است؟ ما یک جامعه اسلامی داریم، چرا این همه فساد، این همه بدبختی و چنین و چنان و مسائل مختلف وجود داره؟ استاد برمیگرده میگه که فساد این همه در این جامعه وجود داره به دلیل از اینکه شما خواهان فساد هستین. این دانشجوها میگن که استاد ما داریم به فساد اعتراض میکنیم، ما خواهان فساد نیستیم، بنابراین این حرف شما از نظر ما درست نیست. استاد هرچی که اصرار میکنه میگه شما خواهان فساد هستین که فساد در جامعه وجود داره، قبول نمیکنن. دانشجو میگه باشه، این مبحث باشه، برای یک روز دیگه در موردش صحبت میکنیم. هفته بعد که استاد وارد صنف میشه، سر خودش شور میده در حالت تاسف. شاگردا میگن چی که پس استاد؟ میگه این پشت پانتون مثلا، بسیار ببخشید امی حکایت، من خیلی به حساب واضح میگم، دو نفر مصروف یک عمل خلافی بودن. ای چه وضعیت است؟ این مملکت چرا همه کسی همگی بلند میشن هجوم میبرن که ببینن اون صحنه رو که کی است چی است؟ همگی میرن، فقط یک محصل میشینه و نمیره. وقتی که اینا برمیگردن میگه استاد چیزی اونجا نبود. میگه من براتون گفتم که شما خودتون متقاضی فساد هستین که فساد در جامعه وجود داره. هر چیز تا زمانی که مثلا در بازار میبینین یک محصولی که به بازار میاد، اگر همون شرکت بفهمه که این محصول مده ای بازار فروش نداره، محصول خود اصلا به بازار روان نمیکنه یا اون محصول تولید نمیکنه. بعد استاد میگه همگی تان خواهان فساد بودین، این یک محصل بود که خواهان فساد نبود نرفت. استاد از او پرسان میکنه میگه تو چرا نرفتی؟ میگه استاد ببخشید از من پای مخو برده بود، اگر ما میرفتم. یعنی اینا همگی واقعا خواهان فساد بودن در اینکه فساد در جامعه وجود داشت. تا زمانی که بحث مسائل جنسی و مثلا عکس ها و مطالب غیر اخلاقی و معلومات غیر اخلاقی که بزرگوار نام برده بودن، برای بخشی از مردم ما، برای بعضی از افراد ما جذابیت داره. یک تعداد افراد سودجو و استفادهگر از این جذابیت ها استفاده میکنن برای که افراد را به صفحات خود جذب کنن. متاسفانه در جامعه ما، ببینید من مثال براتون میگم، شما میرین در یک صفحه مثلا یک خانم با آرایش، یا مثلا خانم از فیسبوک یک خانم است، میبینین که یک مطلب خیلی ساده نوشته کرده امروز بسیار خسته ام، میبینین که 500 تا لایک شده. اما یک کس دیگه مثلا یک آقا یا یک مرد، یک مطلب بسیار مفید، یک مطلب بسیار مثبت نوشته کرده، مثلا 10 تا یا 15 تا لایک داره. با توجه به اینکه بعد ببینین چه کامنت هایی مثلا پای مطلب از اون کسی که فقط نوشته که امروز مثلا خسته ام، مثلا 100 تا کامنت زیر مطلبش گذاشتن و واکنش های مختلف نشان دادن. اینها یک سری عامل های خاص اجتماعی داره که چرا افراد این رقم کوی به صورت خاص اصطلاحا ما برش میگم که گدایی محبت میکنن در محیط های مختلف. یعنی فقط به دنبال ازی هستن که در هر دری را در فضای مجازی، در سرک وقتی که راه میرن چشمهایشان از هر کس گدایی محبت میکنن، از هر کس انتظار ازی را دارن که یک رابطه احساسی یا یک رابطه حالا به هر نوعی برقرار بکنن. اصلی ترین عامل اینمی است که تقاضا در جامعه ما وجود داره. برای از بین بردن این تقاضا یک راهکار اساسی رو میگم، راهکارهای دیگه هم وجود داره. این است که ما در ابتدا افراد جامعه خود بفهمانیم برای که انسان بودن به معنی از این نیست که ما در معرض دیگران فقط انسان باشیم، بلکه در پیش خود باید انسان باشیم. زمانی که شما یک کسی را تهدید میکنین که در جلوی دیگران دروغ نگوید، در بعضی از جایی که میبینه کسی نمیتونه دروغش برملا بکنه، دروغ خود خواهد گفت. اما وقتی شما شخصیتش اعتماد به نفسش و عزت نفسش خود بالا میبرین که نمی دروغ گفتن پیش خود کسر شأن میدونه، در جایی که هیچ کسی دیگه هم حضور نداره و کسی نمیتونه دروغش را رسوا هم بکنه، اونجا هم دروغ نخواهد گفت. در جامعه ما زمانی که افراد به لحاظ به می شخصیت، به می باور شخصی و به همین عزت نفس برسن که رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای به صرفه نیست و رسیدن به هدف از هر راه غیر اخلاقی در شأن و شخصیت من نیست، آرام آرام این مسائل و مطالب از بین میره و شخص برای خود یک پرستیژ قائل میشه. بر فرض مثال بعضی از افراد دیدین وقتی که براش میگین، میگه خب من مثلا تو را 10 تا ناسزای بسیار سنگین میگم، باز 5000 برات میتم.
بعضی از افراد قبول میکنن اینا، میگه تو مثلا 10 تا نیم 20 تا ناسزا برای من بگوی خواهم 5000 نی دونیم هزار بده، به خاطر اینکه این شخص اونمو با عزت نفسش امو شخصیتش خرد شده و ضعیف است. بنابراین میگه چیزی که از من کم نمیشه، در حالی که به روح خود اصلا توجه نداره. اما کسی دیگه پیدا میشه میگه که 1 میلیونم برام بتی، یک کلمه حرف بزنی برام قابل قبول نیست، که مو اصطلاحا در قدیم میگفتن نان و پیاز پیشانی واز و نیفام دسترخوان مجلل و پیشانی ترش و این مسائل ها در اونجا مطرح است. زمانی که جامعه ما به یک عزت نفس برسه، مهندسی فرهنگی جامعه ما به یک شکل و شمایل منطقی صورت بگیره و افراد ما با یک عزت نفس و با یک شخصیت متعالی بار بیان، آرام آرام زمینه برای مسائل مطرح میشه. یکی کوتاه یک نکته دیگر اشاره میکنم، واکنش هایی که ما نشان میدیم وقتی که یک کس حرکت منفی انجام میده، مثلا یک مطلب غیر اخلاقی را منتشر کرده، از کنارش تیر نشیم صرفا با اخ ما با یک پیشانی ترش. فیسبوک این توانایی رو داره که شما ریپورت کنین پستش. شما این بسیاری از صفحات مستهجن کسی ریپورت نمیکنه، یک تعداد مخاطبینش او را دنبال میکنن، کسایی که مخالفین از مطالب مستهجن هستن نمیان او را ریپورت بکنن که تا او صفحه بسته شود. زمانی که شما او را ریپورت بکنین، چندی بار ریپورت کنین، درست است که میره صفحه دیگری میسازه، اما به مرور زمان خسته میشه. اما وقتی که اینی صفحهش ریپورت شد، رفت صفحه دیگه خواست، یک بخشی از مخاطبین خود از دست میده و این باعث میشه که افراد کمتری در معرض مطالب منفی و مطالب مخرب او شخص قرار میگیره. بنابراین ما مسئولیت اجتماعی خود عمل بکنیم در این که وقتی یک چیز منفی رو میبینیم واکنش متناسب با اون انجام بدیم. انتحاری رو میبینیم به پلیس اطلاع بدیم. یک کسی قانون مشکلانه میبینیم برش تذکر بدیم. وقتی میبینیم یک کس داره کار اشتباه خلاف میکنه برش تذکر بدیم به یک شکل حسنه و یک شکل نیک که باعث واکنش و جبهه گیری از اون نشه. و از طرف دیگه خود ما یک انسان بهتر شیم و آرام آرام اگر ما قرار است که یک دانه تقاضا برای چیزهای منفی رو تغییر بدیم، جهان تغییر میکنه. جهان 7 میلیارد انسان است، یعنی 7 در کنارش 9 تا 0. زمانی که یک نفر شما رو کم بکنن میشه 6,999,999، یعنی کل صفرها تبدیل به 9 میشه، 7 تبدیل به 6 میشه. پس من یک نفر هم در 7 میلیارد نفر عددی هستم که عددی دنیا رو تغییر داده میتونم. پس چرا از این عدد خود استفاده نباید بکنم؟ استاد بیشتر کسا مثلا بیشتر سر و کار دارن یا استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی دارن، مثلا اگه برنامه درست و دقیق ندارن. ما میخوایم این که از لحاظ روحی و روانی بالای ما استفاده زیاد اگر داشته باشیم از شبکه های اجتماعی و اینترنت، چه تأثیر میتونه از لحاظ روحی و روانی بالای ما داشته باشه؟ چگونه برنامه دقیق داشته باشیم که مثلا در یک روز چند ساعت ما وقت به شبکه های اجتماعی بدیم و همچون مورد دیگه؟ یک برنامه درست از نظر شما چگونه هست؟ از یک جهت تکنولوژی یک فرصت است برای ما برای تبدیل شدن به یک انسان بهتر. از یک طرف دیگه تکنولوژی یک تهدید است برای ما، برای نابود کردن ما، برای نابود کردن روح و روان و شخصیت ما. من خلاصه کوتاه به دلیلی که وقت کم نمیاریم مطلب کاملتر توضیح بدیم عرض میکنم. زمانی که شما بیش از اندازه به تکنولوژی وابسته میشین و به اون نزدیک میشین، به مرور زمان تمام ابعاد دیگه یک انسان اجتماعی رو از بین میبرین. بیننده های عزیز ارجمند توجه داشته باشن، وقتی که شما در طول روز، مخصوصا پدر در طول روز در محل وظیفه است، صبح که میره فرزندایش خواب است، شب میاد تلویزیون روشن میکنه، اینمی زمانی که باید ارتباط کلامی بین خودش و بین فرزندایش و بین همسرش باید شکل بگیره، اینه میره در پیشروی تلویزیون، همه گی نشستن فقط تلویزیون میبینن، از این چینل به اون چینل، از این چینل به اون چینل، چند تا سریال میبینن، آخرم شب ناوخت شده تلویزیون گل میکنن، میرن میخوابن. آرام آرام فرزندان شما بر اساس چیزی که تلویزیون میگه بار میآید، بر اساس چیزی که در کوچه میبینه بار میآید. و بعد وقتی که در یک مرحله شما یک ناهنجاری رو در فرزندتان میبینید، میخواین او رو تغییر بدین، ببینید هیچ امکان تغییر وجود نداره. چرا؟ چون فرزند شما به لحاظ خصوصیات روحی روانی با شما کاملا تفاوت داره. فرزند شما در معرض تلویزیون و در معرض جامعه و بیرون داره تربیت میشه، در معرض شما تربیت نمیشه که حرفتون رو بفهمه. به این خاطر بعد از یک مدت میبینید که شکاف بین نسل اصطلاحا برش میگن، شما هر چی که میگین او درک نمیکنه و فرزندم واکنش نشان میده، میگه پدر مرا درک نمیکنه، مثلا من اینی نیاز دارم یا اینی خواسته رو دارم یا اینی جای میخوام برم، پدر مرا درک نمیکنه. چرا؟ چون فرزند در معرض خانواده رشد نکرده. من پیشنهاد میکنم در طول روز وقتی که والدین حالا بیرون هستن یا فرزندا بیرون هستن، شب اگر یک سریال یا دو سریال دیدین، یک ساعت یا یک و نیم ساعت یا دو ساعت وقت اختصاص بدین تلویزیون گل بکنین که ارتباط کلامی بین اعضای خانواده شکل بگیره. به خاطری که وقتی که تلویزیون میبینین، آرام آرام انسان منزوی میکنه به سمت از این که انسان فردگرا و درونگرا شه و به نوع ارتباطات اجتماعی خود قطع کنه. مخصوصا امروز موبایل ها باعث شده که شما در بیشتر مهمانی ها وقتی که میرین، بعضی از افراد فقط موبایل دستشون است، مصروف موبایل خود هستن و این ارتباطات کلامی قرار بود بینشان شکل بگیره، ارتباطات کلامی شکل نمیگیره و شخصیت های افسرده و غمگین به عبارتی بار میاد. بزرگترین تهدید از این در مرحله سنین مثلا 17 18 19 20 21 22 23 این زمان است که این افراد با توجه به نیاز جنسی و نیاز هیجانی و نیاز جسمی که دارن به دنبال جنس مخالف میگردن.
یا به طور طبیعی امین نیاز احساس میکنن، برای که انسان به طور طبیعی و همه موجودات برای کاملتر شدن به دنبال جنس مخالف خود میگرده. حیوانات همینطور هست، گیاهان همینطور هست، انسان هم همینطور است. پس در این مرحله 16 تا حدود 22-23 سال بیشتر سرچ و بیشتر توجه افراد در فضای مجازی به این مسئله معطوف میشه. نمیگم کاملا محدود کنیم، این را حذف بکنیم، چون اون وقت شخص با توجه به جذابیت هایی که تکنولوژی داره میره از راه های غیر مشروع سعی میکنه که دسترسی پیدا بکنه. اما وقتی که وابستگی بیش از حد به این صورت رفت، مطالبی که در داخل فضای مجازی هست، چون اکثرا مطالب فیلتر نشده هست، مطالبی هستن که همه رقم مطلب ممکن است باشه، به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ قومی، مثلا مسائل لسانی، مسائل تعصبی، مسائل دینی، مسائل اجتماعی مختلفی که با جامعه ما سازگار نباشه در معرضش قرار میگیره و ارتباط کلامی با والدین خودم نداره که بگه خب در اینترنت اینت یک چیز خواندم، این چطور است که والدینش رو اصلاح بکنه یا مشکل از بین ببره، ارتباط کلامی هم وجود نداره، اینا دوچار یک سردرگمی و بحران میکنه. اکثرا میبینید در سنین مثلا 19 20 21 22 جوان ها مطالبی رفتن در اینترنت خواندن، آمدن پدر مادر پرسان میکنه از کجا معلوم که خدا وجود داشته باشه، یا پیامبر اینی کارش اینطور بوده، یا مثلا فلانی اینطور بوده، یا تاریخ اینطور شده، یا اینی اینطور شده، اعتراض میکنه به تمام چیزایی که وجود داشته، به خاطر از اینکه در فضای مجازی با مطالب مواجه شده که پدر و مادر هم نیامده او را در ذهن ازی اصلاح بکنه، یا اینکه مثلا شکل و شمایلش درست بکنه، یا به نوعی تغییر بده، یا درستش برش بگه. اما در سنین 23 و 24 زمانی که اگر ازدواج بکنن، 23 24 25 اگر ازدواج بکنن، باز هم اینمی استفاده بیش از حد، وابستگی بیش از حد به فضای مجازی و مخصوصا به اینترنت مثل وابستگی به سیگرت میمونه. ببینید ما اعتیاد هم برای هیروئین و تریاک به کار میبریم، هم برای سیگرت به کار میبریم، هم برای سایر مواد افیونی که افراد استفاده میکنن، هم برای استفاده از تکنولوژی به کار میبریم. وقتی که یک شخص مثلا به سیگرت معتاد میشه، اعتیاد پیدا میکنه، هر چی برش میگن سیگرت الهو میگه والا همین تایمش که میرسه اگر نکشم دو روز سه روز سردرد میباشم، این حرف میگه سردرد میباشم، یعنی یک توجیه پیدا میکنه. شخصی هم که به اینترنت وقتی که معتاد میشه، اگر دمو زمانی که عادت کرده همین عادتش نرسه، یک حالت سردرگمی مثل یک چیز گم کرده، مثل یک چیز کم داره، مثل ازی که افسرده است، غمگین است، یک چیز در زندگیش کم است، اون حالت برش برش دست میده این حالت. بله در این مورد ان شاء الله در یک برنامه خیلی مفصل صحبت میکنیم که وابستگی به فضای مجازی و وابستگی به اینترنت اثراتش چیه و راه حلش چیه. اما یک نکته دیگه که اینجا خوب است که اشاره بکنیم، کسانی که معمولا ازدواجشان به تاخیر میفته، یعنی از 25 میرن به اون طرف تر، یعنی در 26 و 27 و 28 آرام آرام دیگه عادت میکنن به موبایل، وقتی که ازدواج برشان پیشنهاد میکنیم، میبینن زیاد تمایل و علاقه به ازدواج نشان نمیدن، مگر اینکه محرک های محیطی مثل والدین، مثل جامعه، مثل بعضی از نیازها، مثل مسائل مختلف بر رویشان فشار بیاره. اما در حقیقت دیگه انگیزه خود برای ازدواج از دست میتن، عاشق موبایل میشن، با موبایل ازدواج میکنن اصطلاحا. چون بعضی از افراد هستن مثلا میبینین یک کسی متواتر از راه دور، مثلا یکی در مزار است، یکی دیگه در جلال آباد است، اینا از طریق موبایل با هم دیگه چت میکنن و چت میکنن چت میکنن، عاشق یکی دیگه میشن. زمانی که با هم دیگه مواجه میشن، میبینن هیچ شباهت روحی روانی با هم دیگه ندارن، یعنی در حقیقت هم عاشق موبایل خود شده، او هم عاشق موبایل خود شده، و دو تا موبایل ها عاشق یکی دیگه هستن. نکته آخره که فقط کوتاه خلاصه عرض بکنم، این از زمان کسایی که ازدواجشون به تاخیر میفته، مثلا در سن 28 29 30 ازدواج میکنن و این وابستگیشون به موبایل بسیار بالاست، وقتی که ازدواج میکنن در محیط خانه همسرش میخوام امروز صحبت بکنه، این شخص با توجه به اینکه به شدت وابسته به موبایل هست، ناخودآگاه هیچ کاری هم نداره، اما مثلا موبایل در مثلا فیسبوک هست، داره سفر مثلا بالا و پایین کرده میره، خانمش میگه مثلا در این مورد صحبت کنم، میگه گپ نزن فعلا حوصله ندارم، یعنی به یک انزوا بندی میشه. آدمایی که در انزوا و در تنهایی بندی میشن، برآمدنشون کار بسیار سختی است، از ترک مواد مخدر که کار از اونها بسیار سختتر و سنگینتر خواهد بود، و این زمینه ساز افتراق بین زن و شوهر میشه و زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی میتونه در زندگی باشه. سلامت باشین از اینکه در برنامه تشریف آوردین. محمد فواد جان اینا سلام تقدیم کردن و نظر خود داشتن در فیسبوک برنامه، سلامت باشین. هارون جان ندا هم اینا هم نظر خود گذاشتن، چون وقت ما تمام است نمیتونم نظرتون رو بخونم، ولی سپاس از اینکه با ما همراه هستین از طریق فیسبوک. و احمد جان همچنان اینا هم نظر داشتن، سلامت باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم، ان شاء الله صحبت هایی را که امروز داشتیم استفاده های خوب داشته باشیم، و شما همچنان بعد از این به این نکات مهمی که استاد گفتن توجه داشته باشین. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار همه ما. شما برنامه های بعدی تلویزیون خورشید هم فراموش نکنید. خداوند نگهدار.